بزرگترین جنبش های مردم ایران برای کوتاه کردن دست اشغالگر خارجی در قرن دوم و سوم هجری در منطقه آذربایجان اتفاق افتاده است. قهرمان و فرمانده این مقاومت بابک از خرمدینیان بود. عصر و نژاد او به مزدک برمی‌گردد. زندگی بابک با ورود یک میهمان به کلی عوض می شود. وقتی رئیس جاویدانیه در مسیر بازگشت از لجان در منزل مادر بابک توقف می کند. به سبب کاردانی بابک از وی خوشش می آید و با اجازه مادرش او را همراه خود می برد و او را سرپرست اموال و املاک خود می سازد. این شروع مسیری برای تبدیل بابک چوپان به قهرمان بود. جسارت، زیرکی و استعداد بابک از او یک فرمانده نظامی لایق ساخت. این ویژگی ها با ضرب شدن در وطن پرستی او باعث شد که نامش در تاریخ ایران به ثبت برسد. اولین قیام بابک در مقابل کسانی که ایران را به اشغال درآورده بودند زمان مأمون خلیفه عباسی بود. مأمون قصد نابودی او را کرد، اما در اثر دلاوری های بابک موفق به این کار نشد. مرگ مأمون باعث ضعیف شدن عباسیان شد. همین امر فرصتی شد که بابک علاوه بر آذربایجان در نقاط مرکزی ایران نیز پیشروی کند و سرزمین هایی را به دست بیاورد. بعد از روی کار آمدن معتصم در بغداد، او به شدت از بابک وحشت داشت و از همان ابتدا تمام تلاشش را بر نابودی بابک گذاشت و یک ارتش عظیم به جنگ بابک فرستاد. اما آنچه بابک را در مقابل خلیفه عباسی به شکست کشاند خیانت یک عنصر ضعیف به نام افشین بود. در نبردی که خود افشین همراه با سپاه خلیفه علیه بابک داشت، بابک شکست خورد و به ارمنستان گریخت که در آنجا دستگیر و روانه بغداد شد. گفته شده بابک به اندازه‌ای به راه خودش ایمان داشت که وقتی برایش از طرف خلیفه امان‌نامه می‌آورند، کسی جرأت نداشته که حتی این خبر را به او برساند. در نهایت معتصم به دلیل کینه‌ای که به او داشت او را مسله کرد و به فجیع‌ترین صورت به قتل رساند. معروف است که وقتی دستش را قطع کردند، صورتش را با خون دستش سرخ کرد. معتصم دلیل آن را پرسید. گفت به خاطر اینکه با خونریزی رنگم خواهد پرید و نمیخواهم تو رنگ پریدگی مرا ببینی. به ترتیب دفتر قهرمانی که در مقابل دسترازی های بیگانه به مقاومت برخواسته بود بسته شد، اما نام خودش و نام ایرانی را بالا برد.